با شما هستم. صبحتان بخیر و خوشبختانه در این قسمت از برنامه هم مهماندار هستم با استاد محمد آصف شهریار، استاد دانشگاه، و در مورد فقر و بیکاری و آمدن زود زمستان، ای که چقدر در فصل زمستان فقر و بیکاری مشکلات زیاد را در زندگی مردم وارد ساخته، بیشتر صحبت ها را با استاد می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر استاد، خوش آمدید. سلام، تشکر. صبح شما بخیر کرشما جان، شبانه جان. سلام برای همکارای شما، سلام برای هم بینهای تلویزیون خورشید. تشکر از دعوتتان. خیلی خوش هستم استاد، شما در کنار خود داریم. بیشتر صحبت را در مورد فقر و بیکاری و آمدن زود زمستان که چقدر میتونه مشکل ساز باشه و او در خانوادهایی که اصلا هیچ چیز نیست و هیچ چیز ندارن، یعنی هیچ چیز نیست و این مانا که چیز ندارن به خاطر گرم ساختن کانون گرم خانوادگی خود یا هم در همو فامیلی که هستن، حالا با این هوای سرد چقدر میتونه مشکلات زیاد را به بار بیاره. حتی شاید فکر میکنم که یک وقت نان هم پیدا کردنش خیلی مشکل باشه برشان. بدون شک وقتی که ما نام از فقر میبریم، فقر یعنی تنگ دستی، و در اصطلاح تعریفی که ما برای فقر میتیم میگه ما وقتی که در عدم در دسترس قرار داشتن یک چیزی قرار داشته باشیم، ما یک فرد فقیر هستیم. ما وقتی که چیزی میگیم تنها مسئله پول نیست، وقتی که ما پول نداشتیم بگیم ما یک فرد فقیر هستیم. از لحاظ تحصیلی ما اگر دانش نداشتیم، از لحاظ فرهنگی اگر ما فرهنگ نداشتیم، از لحاظ شعوری اگر ما شعور نداشتیم، از لحاظ سیاست کشور ما اگر ما یک کشور فعال در عرصه سیاسی نداشتیم، ما یک کشور فقیر هستیم در مجموع. وقتی که ما مطالعه میکنیم همیشه میبینیم میگن افغانستان یک کشور ثروتمند است، ما سر گنج ها خواستیم، از تلویزیون هم میبینیم، از هر کس میبینیم، این یک گپ اشتباه هست. هر چیزی که هست یکی خود مربوط یک نسل نمیشه، مربوط ما نمیشه، و دوم دیگه ما وقتی که تعلیم و دانش و آموزش از او را نداشته باشیم، نتونیم منابع استخراج بکنیم، از او استفاده بکنیم، خوب به درد ما نمیخوره. کوشش بکنیم ما سر فقر تحصیلی و تعلیمی خود کار بکنیم، دانش بیشتر بکنیم در جامعه خود. همو فقر تحصیلی وقتی که ما میگیم از بین برده شوه، ان شاء الله دیگه فقر هم کلش خودش از بین برده میشه. بدبختانه از لحاظ اقتصادی گرافی که ما داریم، جامعه ما اضافه تر از 80% کسایی است که زیر خط فقر قرار دارن و مردم فقیر هستند. بس کرونا وقتی که شد قرنطینه که من دیگه سالا مردم کوشش میکرد تابستان یک اندوخته برای خود جمع بکنه برای زمستان مصرف بکنه، اما امسال تابستان هم در رخصتی تیر شد و این زمستان هم کندک در موالت قرنطین دوباره رفت، مثلا بس هتل‌ها و بس سایر جاها. ما وقتی که افراد فقیر در یک جامعه میبینیم، در پولیش ما افراد ثروتمند هم داریم. بس دین مومین اسلام رکن چهارم اسلام زکات است. وادی خود خداوند است میگه هر فرد اگر زکات خود بپردازه فقر از جامعه از بین میره. هیچ فرد فقیر از بود اقتصادی در یک جامعه وجود نمی داشته باشد. بدون شک وادی خداوند نمیتونه گپ غلط باشد. اولا ما وقتی که کارا بکنیم فقر خودش از جامعه از بین میره، زکات مال خود، پول خود، طلایی که در خانه داریم رو بپردازیم. اما در کل وقتی که ما در یک جای زندگی میکنیم، حتما افراد فقیر، همسایه فقیری داریم، در پالی ما زندگی میکنن. ما دو پلان داریم برای از بین بردن فقر. یکی از بین بردن فقر به طولانی مدت هست و یکی کوتاه مدت هست. در بحث طولانی مدت ما کوشش بکنیم سر تحصیل از اونها، سر دانش از اونها کار بکنیم. اگر یک خانواده هست 10 نفر، 6 نفر، 7 نفر در خانه زندگی میکنن، کوشش بکنیم یک اولاد از اونها را شامل مکتب بسازیم، از لحاظ تحصیلی کو بتونه خودش یک منبع درآمد اقتصادی برای خانواده خود باشه. هم فقر تحصیلی از جامعه ما از بین میره و هم میتونه دست و امید برای خانواده خود خودش باشه. و در پلان کوتاه مدت ما میتونیم کمک اقتصادی برای او بکنیم. امروز در جامعه یکی خود ما وقتی که میبینیم مردمایی که از بالاترین مدل تلفن استفاده میکنن، مثلا بالاترین مدل موتور سارا داریم، این به معنی نیست که او یک فرد پولدار است، فقیرترین فرد جامعه او است. چرا؟ چون چیزی را که او استفاده میکنه ساخته جامعه و کشور خودش نیست. او به اندازه یک آدم فقیر هست که میره چیز ساخته شده کشور دیگر استفاده میکنه. اما اونا مو استفاده ای که میکنن کوشش بکنن از امو مصارف روزانه خود کم بکنن و برای یک فرد فقیر کمک بکنن. امروز ما میتونیم از امو کردت تلفن خود بیشتر خانواده ها وجود برن، وکیل است، وزیر است، رؤسای بلند مرتبه که در دولت کار میکنن، حتی از امو کردت تلفن خود اگر کم بکنه میتونه یک فرد فقیر دیگه که آرزوش داشتن یک لقمه نان هست یا موتل موتر از او که یک روز مصرف میشه، اگر از اونمو کم بکنه میشه برای خانواده فقیر کمک بکنه. وقتی که برای خانواده فقیر کمک کرد، ما میتونیم در کاهش یا از بین بردن جرم و جرایم در جامعه خود خیلی نقش موثر داشته باشیم. چرا امروز جرم و جنایت در جامعه ما بیشتر شده رفته؟ چون کار نیست، درآمد اقتصادی نیست، جوانایی هم که بزرگ میشن نیاز اقتصادی دارن، خانواده ها ازشون طلب اقتصاد دارن که یک چیز باید برای خانواده کمک بکنن. اینا وقتی که نداشتن بدون شک میرن در پالویزی که فقر تحصیلی هم دارن، دانش هم ندارن، فرهنگ درست هم ندارن، چی میکنن؟ جرم دست به جرم و جنایت میزنن، به گروه مخالفین میپیوندن، در خود جامعه ما
مشکلات ایجاد میکنن، دزدی ها را به حساب دیش و روز که ما بیشتر شاهدش هستیم، مزاحمت هایی که دست روی بازار به خاطر پول یا به خاطر تلفن بر ما میشه، دست به این کارها میزنن. ما به خاطر کمک کردن یا به خاطر از بین بردن فقر هیچ وقت نمیتونیم منتظر یک آدم بلند مرتبه یا یک آدم سیاسی یا یک کسی که پولدار هست باشیم. یک وزیر، یک وکیل نمیتونه صرف بر ما کمک کنه. ما خود ما هم به عنوان یک فرد فقیر، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله خودش میفرمایه، میگه یک سخن نیک خودش میتونه صدقه باشه. ما وقتی یک کس را، یک آدم فقیر را بتونیم یک گپ خوب هم یاد بدیم، یک سخن خوب هم براش یاد بدیم، به این معنی است که ما رفع ادای مسئولیت کردیم به خاطر از بین بردن فقر. ما هیچ وقت صرف منتظر از اونها نباشیم که یک آدم پولدار بیا صرف اونها کمک بکنه. هر کس به اندازه توان خود میتونه یک فرد دیگر را کمک بکنه. اگر معلم هستیم، اگر یک کارگر هستیم، همون نانی که داریم اگر ما را کمک بکنیم، در بس فایده یا مو ثوابی که یک کمک کردن داره. یک فرد پولدار میگه اگر کمک میکنه برای کسی یک ثواب میبره، اما یک فرد فقیر خودش میگه کمک میکنه این دو ثواب میبره. یکی از بود از یکی کمک کرد و دوم دیگه که خودش یک فرد فقیر بود کمک کرد. یعنی کوشش بکنیم اگر یک فرد فقیر هم هستیم برای هم سایه خود یا جانب مقابل خود کمک بکنیم. بسیار خوب استاد، در فصل زمستان مشکلات زیادی را همه هموطنان ما در جامعه که زندگی میکنن بیشتر سفری میکنن، و اینکه ما چطور بتونیم فرهنگ همدیگر پذیری، فرهنگ کمک کردن و فرهنگ ای که رضاکارانه کار بکنیم، و همچنان همه نکات مهمی را که شما یادآور شدین دست کسایی که نیازمند هست، فقیر هستن بگیریم، نقش سکتورهای خصوصی، نقش نهادها، همه فعالان مدنی که در این عرصه بیشتر کار میکنن، و جوانان ما که امروزه در بخش های مختلف فعالیت دارن و به خاطر ای که بتونن حداقل همو بخش رضاکارانه یا همو کارهایی که میتونه برای نیازمندان مفید باشه، چقدر میتونه که برای از اینا کمک بکنه، و ما چطور بتونیم این فرهنگ را بیشتر در جامعه امروزی ما پیاده بسازیم؟ خب فقرها، ما بر شما گفتم انواع مختلف داره، پس راهکار از اینا ما که بتونیم اینا را از بین ببریم هم راهکارهای مختلف داره. هر فرد با اندازه توان خود میدونه در راهکار سهم داشته باشه، اما بزرگترین چالش در بحث فقر اقتصادی که امروز جامعه خود ما و شما داره نقش دولت میتونه باشه. چرا؟ چون دولت تامین درست عدالت نمیکنه. تامین درست عدالت وقتی که نکرد، در همه نقطه های افغانستان وقتی که ما ببینیم جنگ وجود داره، مردم بی سرپرست، بی بضاعت وجود داره، دولت نمیتونه بر از اونها رسیدگی بکنه. اولین مسئولیت از دولت از وقتی که رسیدگی بکنه، از بود تعلیمی ببینیم در اوج مکاتب ایجاد بکنن، از بود تحصیلی در پوهنتون ها ایجاد بکنن، از بود کمک ها وقتی که ما یک وزارت خاص به این نام داریم، وزارت حوادث و کمک برای مردمی که به حساب مشکلات دارن یا از خصوصا از سالت های زمستان متضرر میشن، بزرگترین وظیفه وظیفه دولت است. اما در کل هم افراد جامعه وقتی که ما میبینیم میتونه نقش داشته باشه، اما ما خیلی در این مورد کنکار هستیم. ما میبینیم افرادی که بلند منزل های بسیار بلند جور میکنن، حتی نه حاضر آماده نیستن که مسرک پیش ریشه جور بکنن. در پالوی ازی وقتی که ما طلای روسی رو بینیم، ده ها مردم وجود داره که زیر خیمه زندگی میکنن، نان از اونا رو هم و غذایی که به حساب خراب میشه میرن اون طرف اندازن، حتی حاضر نیستن که بر از اونا هم بدن. اما ما وقتی که میبینیم در جامعه خود، خصوصا در دو دهه، نقش نهادهای خصوصی، نقش نهادهای رضاکار تا حد مثمر بوده، کار کردن در عرصه واقعا، مثلا جمع‌آوری کردن کمک از یک نهاد، از یک فرد پولدار، این توزیع کردن بر سایر افراد دیگه، هرچند زیادترشان این مسائل بر حساب یک منبع درآمد برای خود هم ساختن. اما ما باید بیشتر کوشش بکنیم سر تحصیل و تعلیم از اینا کار بکنیم. چرا؟ ما وقتی که از آوانی که حکومت ها تشکیل شده، پولی که در افغانستان کمک شد در جامعه خود ما و شما، اگر پول میتونست یک جامعه را بسازه، بدون شک افغانستان برای یک جای میرسید. ما امروز کنفرانس جنوب مثلا سپری شد، منتظر ازی بودیم که چقدر دولت ها بر ما خیرات میتونن یا کمک میکنن. هر قدر پول بر ما بتن، ما از اون کشور جامعه خود ساخته نمیتونیم. چرا؟ تا که ما نتونیم تحصیل و تعلیم جامعه خود، تا ما نتونیم سطح و سواد گراف به حساب بی سوادای خود پایین بیاریم، برعکس سواددار را بالا بریم، جامعه خود ساخته نمیتونیم. یک مشروخی است، یک مقوله است، میگه اول مرغ به وجود آمد یا اول تخم. ما در جامعه دیگه وقتی که ببینیم آیا اول چه پول به وجود آمد یا وسایل ماشینری از اینکه پول چاپ بکنن، نه خیر، اوج اول پول به وجود نامده بود، اول مردم تعلیم و آموزش به دست آورد، تانستن وسایل از رو ایجاد بکنن، پول به وجود آوردن، راه طریقه راه طریقه بله بدون شک که باستانستن جامعه خود ساختن. در افغانستان این مسئله برعکس است، ما میگیم ما پول داشته باشیم جامعه خود میتونیم بسازیم. تریلیون ها دلاری که در افغانستان کمک شد، هیچ جای هیچ چیز را نتیجه نداد برای ما و شما، برعکس جامعه ما را بیشتر فقیرتر ساخت، جامعه ما را بیشتر برد به طرف بدبختی. چرا؟ چون ما با پول عادت کردیم، با رشوت خوری عادت کردیم، با چیزهای عادت کردیم که او به حساب مقطعی بود، نمیتونست آینده ما را بسازه. پولی که به دست آوردیم، ما نتونستیم از او سر تحصیل و به حساب دانش خود سرمایه گذاری بکنیم. کوشش و بیشتر از اینکه ما پول میخواهیم، سر از این چیزا ما هیچ متمرکز نباشیم،
یکی از دانشمندان بسیار خوب چین میگه، میگه ما خوشبخت هستیم در جامعه ما، در کشور ما هیچ منابع زیرزمینی و طبیعی وجود نداره. ما وقتی که میگه از خردی بزرگ میشیم، اینمی در ذهن ما است که کشورت نه منابع طبیعی داره نه منابع زیرزمینی داره، خودت به کشورت کار بکن، زحمت بکش تا کشورت بسازی. اما در افغانستان ما وقتی که کلام میشیم، وقتی که ما اول هم گفتم افغانستان کشور است که ثروتمند است، ما سر گنج ها خواب هستیم، این چیزها ذهن ما را فریب میده. ما کوشش میکنیم همیشه ما یک کشور ثروتمند هستیم، ما یک کشور هستیم که به حساب فردا روز میتونیم حرف بالا بزنیم، در حالی که این چیزها اشتباه است. نهادهای رضاکار، نهادهای مسئول هم وقتی که میان کمک میکنن، کوشش بکنن سر تحصیل و دانش و علمیت از اونها سرمایه گذاری بکنن. امروز ما با عنوان یک فرد یا با عنوان یک آدم رضاکار، اگر بتونم یک فرد از یک عضو از یک خانواده را شامل مکتب بکنم، او بره درس بخونه، تعلیم و آموزش درست به دست بیاره، او میتونه فردا روز از لحاظ اقتصادی خود کمک بکنه، فامیل خود کمک بکنه. برعکس اگر ما بر از او هر قدر پول کمک بکنم، پول از پیش مصرف میشه، او پول بر از او بقا نداره، شاید او بتونه از او پول در یک راه خراب استفاده بکنه. در بحث دیگه وقتی که ما همیشه دین مؤمن اسلام ما را از اون نصیحت میکنه، میگه وقتی که شما کمک میکنیم، کوشش بکنید تا دست از یک دستتان دیگه دستان خبر نشوه، این بحث جداست. اما ما وقتی که کمک خدا به خاطر تشویق و ترغیب دیگران به نمایش میگذاریم، یک کار بسیار خوب است. ما برای کسی کمک میکنیم و ایره به نمایش میگذاریم که دیگران هم تشویق و ترغیب شوه. کوشش بکنیم چون این کمک هایی که ما میکنیم، دیگران را هم با نمایش قرار دادن از یا با گفتن از اونها، دیگران را هم تشویق و ترغیب میکنیم که اونها هم بتونن کمک بکنن به دیگران. نباشه، ولی کمک ها با این نباشه که بالاخره نمایشی که همه ببینن. بعضی از افراد را ما دیدیم استاد که زمان کمک میکنن، صرف هدفشان تشویق دیگران می باشه که دیگران هم تشویق شان بیاین کمکی داشته باشن. قسمی که شما اشاره داشتین در حرفایتان که همه چیز با پول نیست، با تعلیم و تحصیل خود ما میدونیم که یک جایی برسیم، چون همیشه پول ما پیدا کردیم، پول ما را پیدا نکرده هیچگاهی، پس همین یگانه راه حل است ما میتونیم پیشرفت زیاد داشته باشیم. حالا در جامعه فعلی که ما زندگی میکنیم در افغانستان، همه ما دیدیم که فقط یگانه چیزی که حرف اول میگه او پول است، دیگه هیچ چیز، هیچ حرف و کس دیگه شنیده نمیشه. کسایی که تحصیلات خیلی خوبی دارن، که از خارج از کشور آمدن، خواستن پس یک جایی برن ایفای وظیفه کنن، اما اولویت برشان دادن نشده، یک جوانه. هیچ خمیتون بالای روح روان آنها هم تأثیر گذار باشه، چرا که زمانی که اگر اقتصاد خوب است یا نیست، بالاخره از طریق بورس رفتن درس فرا گرفتن و دوباره آمدن با امید امی که من بتونم به وطن خود خدمت کنم، و کسایی که نیازمند صدقل دستشون بگیرم یک کمک داشته باشم، این هم میتونه بالای روح روان افراد تاثیرگذار باشه. بدون شک ما وقتی که بحث جوامع یا کشورهای جهان اول و جهان دوم و جهان سوم میکنیم، افغانستان که در جهان سوم قرار داره، فرق بارز از اینا چی است؟ چرا تفکیک شده؟ کشورها دستبندی شده؟ اولین معیار و تفکیک از اونها از بعد تعلیمی و دانش است. هیچ وقت از بعد پول نمیتونیم ما یک کشور تفکیک بکنیم. چرا؟ یکی از فلسفه هایی که در بود فقر وجود داره میگه ما وقتی که چیزی را داریم، او چیز زود فنا میشه. ما یک آدم فقیر هستیم، پول داریم و پول ما از بین میره، هر قدر پول داشته باشیم، یا یک وسیله الکترونیکی داریم یا موتور داریم، چون اینا کلش فناپذیر است، ما یک آدم فقیر هستیم. برعکس میگه که چیزی را که ما داریم او فنا نمیشه، او از بین نمیره، ما یک آدم ثروتمند هستیم. ما مثلا دانش داریم، دانش ما هیچ وقت از بین نمیره، ما فرهنگ خود هیچ وقت نمیتونیم خلاص بکنیم یا با استفاده کردن از او از بین بره. تحصیل خود، آموزش خود، احترام خود، این چیزهایی است که فنا ناپذیر هست. پس به این مناسب که ما یک آدم فقیر از این چیزها نیستیم. اما ای که چقدر میتونه سطح و سویه روح و روان خود ما را نارام بسازه، بدون شک. ما وقتی که بزرگ میشیم، خب در بحث های سیاسی نمیریم، در دو دهه وقتی که ما یک مطالعه میق داشته باشیم، قصدا کشورهای دیگه که بر افغانستان کمک میکردن، این امینا هدفشان بود که افغانستان با ما تو یک چیزهای سمت و سو بدن. مردم ما بیشتر به پول عادت کرد. پولی که در دو دهه پیش آمد، در زمان رئیس جمهور آمد کرزی آمد، یک پول خیلی گزاف بود. بله. و ما طریق استفاده و فرهنگ استفاده بله. از اولین بار همه دلارشون ها بله بله بدون شک و فرهنگ استفاده از رو هم ما نمیفهمیدیم. ما یک چیزی که مشکلی که امروز در جامعه داریم، چیزی که در کشور ما میام، ما پیش از اون فرهنگ استفاده از رو نمیفهمیم. پول هم ما چی فکر کردیم؟ پول چیزی هست که بر ما میرسه، ما کوشش بکنیم ما ابرار معیشت بکنیم در خانواده خود، چیزهایی که ضرور است بخریم، چیزهایی که ضرور نیست باید ما بخریم. این چیزها را ما به حساب استفاده کردن درست از رو هم نمیفهمیدیم. دولت ما هم سرمایه گذاری بسیار خوب سر از او پول ها نکرد. ما عادت کردیم به پول داشتن، عادت کردیم به پول دار بودن. حتی طفل خردسال ما وقتی که کمک ها قطع شد، وقتی که چیزها دوباره به حساب یک ذره کم شد، ما رو آوردیم به طرف فساد، ما رو آوردیم به طرف دزدی ها، چون ما با پول عادت کرده بودیم، نمیتونستیم بدون پول زندگی خود به حساب پیش ببریم. همو قسم در بحث تحصیل دانش، وقتی که ما یک فرد تحصیل کرده است، ما پول ندارم، میرم به یک کار دولتی، میخوام یک وظیفه به دست بیارم، از ما پول تقاضا میشه.
ما خب تحصیل دانش برام بیخی یه چیز بی‌معنا میشه. ما حداقل پیش وجدان خود خودم کم میایم. امروز در جامعه ما زیادتر دوستا رو میبینیم میگه درس نخون برو پیسہ پیدا بکن، بیا در جامعه درس به درد نمیخوره. بله چون یک واقعیت است از طرف دولت، مردم از طرف کسایی که در بالا جای ها هستند برام اون قسم نشان داده شده. بحث جوانا رو وقتی که ما بینیم امروز از کشور خود دل زده میشن میرن مهاجر میشن، میتونه کامل خیلی مهمش همین گپ باشه. وقتی که ما تحصیل میکنیم دانش به دست میاریم با هزاران مشکلات، اما وقتی که دولت برای تحصیل و تعلیم و مرجعیت نمیته و مبنا و تهداب یک کشور هم بدون شک همین تعلیم و تحصیل است، پس ما بدون شک از کشور خود دل سرد میشیم، ما بدون شک از کشور خود مهاجرت میکنیم. با کدام نیرو و یا با کدام فکر ما بتونیم دوباره به کشور خود خدمت بکنیم؟ ما در بحث حق یکی حق الله داریم، یکی حق العبد. حق الله چیزی است که ما برای خداوند میکنیم، اما حق العبد چیزی است که جامعه بالای ما حق داره، چون جامعه بالای ما سرمایه گذاری میکنه، دولت بالای ما سرمایه گذاری میکنه. کوشش بکنیم تحصیل و دانشی را که ما به دست میاریم دوباره مو حق العبدی یا حق فردی را انجام بدیم، اجرا بکنیم. وقتی که در این مورد مقابل ما بی‌توجهی شده میشه از طرف دولت، پس بدون شک ما هم دل سرد میشیم. بله واقعا. خب ممنون از شما استاد، از اینکه تشریف آوردین و حرفای خیلی خوب شما را داشتین. اگر حرف باقی اسمش نه، خب فقط فرمودی شبانه جان هم دیگر پذیر باشیم. هیچ وقت انسان ما با پول نشناسیم، مهمترین چیز انسانیت هست. خدا خداوند میفرمایه میگه انما اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی بزرگترین یا نزدیکترین شما کسی است که با تقواترین شما باشه. هیچ وقت پول بر ما معیار قرار دادن نداده، چون چیزهایی است که میفهمیم یک روز پیش شما هست فردا روز نیست. کوشش بکنیم انسانیت خدا فراموش نکنیم. ممنون شما. خب قسمی که همیشه ما یادآور شدیم به همه شما، چیزی که مهم است او داشتن یک احساس خیلی خوب است، مهربانی است و در آینده هیچگاه ما عذاب وجدان نداشته باشیم. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با هم اینجا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشیم.